به نام خالق هستی، رضا ابراهیمی هستم، کوچیک همه شما دوستان فرهیخته. دوستان گرامی، در رابطه با فروش اشیا، خصوصا اشیا باستانی، معمولا کلاهبرداری های بسیاری شده، میشه و خواهد شد. یک سری از این مواردی که در گذشته انجام شده و به نوعی بیان این مطالب باعث میشه تا شما دست به عصا بشید و کلاه سرتون نره، یک سری از این موارد رو به صورت سرفصل و بسیار کوتاه تقدیمتون میکنم. امیدوارم با شنیدن این مطالب لااقل این کلیپ کوچکترین کمکی به شما کرده باشه که کلاه سرتون نره و مالتون رو به راحتی به با دست خودتون به دست افراد شیاد و طمعکار ندید. دوستان گرامی، یکی از کلاهبرداری های رایج این هست که شخصی میاد عنوان میکنه که در مکانی که من زندگی میکنم یا مکانی که زمین کشاورزی من واقع شده اینجا دفینه داره و بین مردم جا میندازه و دهن به دهن میچرخه. برای چی؟ برای اینکه اون ملکش رو به چندین برابر قیمت واقعی اون ملک بفروشه و متاسفانه هستن افرادی که به طمع خارج کردن زیرخاکی که در اون مکان وجود نداره اقدام به خرید ملک میکنن و مالشون رو به سادگی از دست میدن. دوستان گرامی، مورد دیگه در رابطه با کلاهبرداری ها که خیلی رایجم هست اینه که در ابتدا میان یک سکه اصلی رو نشون میدن و میگن این سکه است، من از این 1000 تا دارم، 500 تا دارم و یک بیانیه رد و بدل میشه یا قراری گذاشته میشه در مکانی که اون شخص پول نقد بیاره و این هم سکه بیاره و من دقیقا خودم اطلاع دارم که همین اقدام انجام شد و به نوعی بعد از این که میخواستن سکه ها رو تحویل بدن، اون فروشنده جاهل حالا به دوستانش قبلا سپرده که در اون مکان باشن و آژیر پلیس رو میزنه و به جای سکه های طلا واشر تحویل طرف میده و پول های نقد رو از شخص میگیره که این هم دوستان گرامی برمیگرده به طمع خریدار. معمولا خریدارها با یک وضعی که نشان از سادگی و صداقت بده وارد میشن، اما در پس اون سادگی چهره دوستان گرامی گرگی خوناشام نهفته است. مورد دیگه دوستان گرامی، یکی از کلاهبرداری های دیگه این هست که طرف جنس صحیح رو در دست میگیره و جنس واقعا اصلی هم هست و با بروکرها و واسطه ها و دلال های مختلف روبرو میشه تا شخص خریدار رو با شخص خریدار روبرو بشه یا شخص خریدار رو ببینه و به محض این که شخص خریدار رو دید اون وسیله رو نشون میده، اما این صرفاً یک دام هست و بعد از اون چون اینها یک اکیپ هستن و یک گروه هستن و با مسائل باستانی به نوعی وارد گود میشن، لذا
بعد از مدتی میان خونه اون خریدار رو تخلیه میکنن یا مشکلاتی برای اونها، برای اون خریدار پیش میارن. مورد دیگه دوستان گرامی این هست که به بهانه فروش اجناس به دنبال به نوعی خریدار واقعی میگردن و اگر خریداری هم پیدا بشه قرار میگذارن و اون خریدار رو در بیابون خفت میکنن و زورگیری میکنن ازش. مورد دیگه دوستان گرامی در رابطه با کلک های پیامکی هست. معمولا فکر نمی کنم برای یک ایرانی چنین پیامکی نیومده باشه که من در اسم شهر رو هم حتی میبرن که من نمیخوام الان یک عده افراد شیاد سایر ساکنین اون منطقه رو بدنام بکنن. من در شهرستان فلان زندگی میکنم، چوپانی هستم، مادرم سیده و شماره شما به خواب مادرم اومده، مادرم 1311 تا سکه طلا رو ما دیدیم، قرار شده که امام زمان گفته که ما این سکه رو با شما تماس بگیریم، به شما بدیم، شما تشریف بیارید فلان جا و یک مبلغی رو خیلی ناچیز به ما بدید، ما این کل سکه رو به شما بدیم. و از این موارد که بودن افرادی که با اینکه تابلوه بودن، افرادی که فریب خوردن و رفتن در مکان و متاسفانه اموالشون رو از دست دادن، ماشینشون رو، حتی لباسهای تنشون رو دوستان گرامی از تنشون در آوردن. و مورد دیگه دوستان عزیز این هست که یک جنسی رو به یک شخصی میگن که ما پیدا کردیم، مثلا یه مجسمه رو میگن ما پیدا کردیم و این مجسمه چند صد میلیون تومان ارزش داره و شما غیر از این ما 10 تا مجسمه دیگه داریم، 1000 تا سکه دیگه داریم، یک مبلغی به من بده، من با دوستانم صحبتی بکنم، اونها رو راضی بکنم و شما این رو میدم به شما، این رو ببری بفروشی و وقتی که فروختی سهم خودت رو بردار و الباقی سهم ما رو بده. به محض اینکه پول رو به این شخص بدید تلفنش خاموش و یا شما رو بلاک میکنه و دیگه اگه پشت گوشتون رو دیدید اون شخص رو خواهید دید. خدمتتون عرض بشه در رابطه با کلاهبرداری دوستان گرامی، مورد دیگه این هست که یک تکه جنست صحیح و درست رو نشون میدن، توافق میشه و کارشناس یا خریدار به محل میاد و میگن که به ما منابع مالی نشون بده و منابع مالی که نشون دادی روز قرار بایستی اینقدر پول با خودت بیاری و شخص میره و تمام اموالش رو از چنگش در میارن. مورد بعدی دوستان گرامی، یک سری اموال به درد نخوری رو در یک مکانی دفن میکنن، 6 ماه، 1 سال، 2 سال میگذره. از این موارد چند مکان هست در مکانهای باستانی، میرن حفاری هایی که قبلا انجام شده رو در اونجا یک سری نمیدونم کاسه مسی و دیگ و نمیدونم از اینجور موارد، حتی سکه جدید میریزن اونجا، اون مکان که از قبل آماده شده بود یک عده حفاری کور کردن و اونها میرن اون مکان رو خاک میریزن و چند ماهی که میگذره میرن سراغ شخصی که سیستم داره و از نظر مالی وضعیت بسیار خوبی رو داره و با اون شخص طی میکنن که ما یک مکانی رو داریم، اگر این مکان رو گرفتی یک مبلغی به ما بده و همش مال خودت. و اون شخص میاد و اونجا رو میزنه، مکان رو میزنه، اسکن میکنه، ویژوالایزر میکنه و چون تخصص کافی رو در رابطه با ویژوالایزر دوستان گرامی نداره، میاد به دام این کلاهبرداران میفته و
حتی سیستمش رو ازش میگیرن، اموالش رو هم از اون شخص میگیرن و متواری میشن. دوستان گرامی، در رابطه با خرید و فروش، اگر دیدید شخصی برای خرید وسیله شما یا فروش جنس شما اومد، جدیداً مد شده، اومد گفت که آقا بیاین ضرر و زیان بذاریم، هر شخصی که ضرر و زیان میذاره قصدش این هست که از شما اون مبلغ ضرر و زیان رو بگیره، حواستون باشه، برای خرید یا فروش یا بروکری یا واسطه‌گری یا دلالی یا هر چیزی اگر قرار بر ضرر و زیان گذاشتن شد، به هیچ عنوان شما چنین کاری رو نکنید و در دام افرادی که ضرر و زیان میذارن نیفتید. چرا؟ چون اونها بسیار بسیار در کارشون مهارت دارن و شما به گیر من و شما به گرد پاشون هم نمیرسید. پس حواستون باشه در رابطه با خرید و فروش یا واسطه گری که بحث ضرر و زیان رو پیش میکشن که بله اگر شما ضرر کردی من حاضرم ضررت رو جبران بکنم. اصلا همچین چیزی نیست، هدف فقط همون مبلغی است که شما اون وسط گذاشتی بابت ضرر و زیان و چشمشون به همونه و همون رو میخوان از شما بگیرن. مورد بعدی دوستان گرامی که برای خود بنده هم اتفاق افتاده، یک مکانی رو به شما معرفی میکنن، یک شخصی هم با شما در معیت شما به مکان میاد و یهو از زیر پلها و از کنار جاده و از درخت و از زیر زمین و از ابر آسمون مثل تارزان افراد میان و شما رو حلقه میزنن و تمام اموالتون رو به یغما میبرن. مواظب این افراد هم باشید. مورد بعدی دوستان گرامی، شما این هم دوستان گرامی همین دو سه ماه اسفند ماه اتفاق افتاده، اشخاص میرن تلافروشی و میگن که آقا من یه سکه‌ای دارم، این سکه چقدره؟ و طرف میگه که چند تا داریم؟ میگه حالا 20 تا، 10 تا، 30 تا، 50 تا. میگه دونه ای چند؟ این میگه مثلا دونه ای 100 میلیون تومان. میگه چند تا داریم؟ میگه 100 تا دارم، 100 تا 100 میلیون تومان. تلافروشه گفته که آقا اگر همه اینا رو به 60 میلیون یا 80 میلیون دادی ندادی در قفل الان زنگ میزنم پلیس بیاد. و اون افراد هم با سکه واقعی در داخل خود مغازه گیر افتادن و مجبور میشن هر چقدر که اون شخص بگه با همون رضایت حاصل بکنن و جنسشون رو به همون شخص بدن. پس دوستان گرامی مواظب این افراد هم باشید. اما دوستان بسیار بسیار خوبی هم ما در صنف طلا و جواهرسازی داریم که اینها دوستان گرامی، این افرادی که چنین کاری رو کردن صرفا افراد طماع و تازه به دوران رسیدن که هدفی بجز خالی کردن جیب مردم ندارن. اما مورد بعد دوستان گرامی، مثلا شخصی یک سیستمی رو داره و فرضاً من یک سیستمی دارم، سیستم حالا اسکن و نمیدونم نقطه زن و رادیو و همه چیز دارم. یه دوستی دارم مثلا به نام آقای ایکس. این آقای ایکس به من زنگ میزنه که یک آقایی هست مورد وثوق من و شما میتونی برید مثلا در قبال دریافت حق و زحمه برید برای آقا سیستم بزنید. خب این شخص چون دوست بنده هست و من ایشون رو میشناسم و اعتماد دارم به حرفش، با میشم میرم. اما در پس این قضیه یک سری مطالب دیگه ای هم هست، یک سری موارد دیگه ای هم هست که بایستی بشینید گوش بدید.
یکی از دوستان بنده دقیقاً همچین مشکلی براش پیش اومد و دوستی براش زنگ میزنه و میگه که اینقدر به میدم و شما تشریف بیارید مکان رو بزنید. حالا مثلا اگر میگه 20 میلیون تومن، ایشون میگه من 5 تومن اول کار میدم و الباقی رو در مکان میدم. به محض این که شما فایلت رو به من بدی، من همونجا مثلا 15 میلیون تومن دیگر رو پرداخت میکنم. خب این شخصی که سیستم داره، آقای مهندس تشریف میبره و سه نفر دیگه هم بودن. آقای مهندس با لباس کوه میره و در مسیر راه ساعت 11:30-12 میرن به یک رستورانی میرسن و اونها میگن آقای مهندس ما اول چون اونجا بیابون هست بریم یک نهاری رو در خدمتتون باشیم و بعدش بریم کو. خب اینا این سه نفر به اتفاق آقای مهندس میرن رستوران و غذا رو سفارش میدن. غذا میاد، نفر اول پا میشه میگه من برم دستامو بشونم، نفر دومم پا میشه، نفر سومم به همین به یک بهانه ای میره و این دوست ما نگاه میکنه میبینه سه تا غذا این بر مونده، اینم این اینم تک تنها، هر چی وای میسته میبینه اینا نیومدن و 2 دقیقه 5 دقیقه نیم ساعت نگران میشه، میره نگاه میکنه میبینه نه هیچ کدومشون نیستن، نگاه میکنه سیستمی که داخل ماشینشون گذاشته همه پا میشن میرن. و جالب اینه که این دوست ما چون با لباس کوه بوده و ریالی پول نداشته، حتی غذای اون سه نفر رو هم نداشته که حساب بکنه و از اون رستورانی عذرخواهی میکنه، زنگی میزنه به دوستان و شماره کارت اون رو میگیرن، شماره کارت رستوران رو میگیره و دوستانش پول غذای اون افراد رو هم پرداخت میکنه و سیستم رو هم دوستان گرامی با تمام لوازم و وسایل شخصی آقای مهندس به غارت میبرن. پس دوستان گرامی در هر کاری که پول زیادی درش باشه، یا برادران چینی میان اون رو جل میکنن، یا افراد طمعکاری که انسانیت سرشون نیست، فقط برای رسیدن به پول حاضرن هر کاری رو بکنن، هر نامردی رو بکنن، و چون در این کار پول فراوانی هست، نامردی تا دلتون بخواد هست. دوستان عزیز مواظب خودتون باشید، مواظب سلامتیتون باشید، دنبال این کاری که واقعا مثل هندونه سربسته است، معلوم نیست شیرین قرمز سفید، هیچیش معلوم نیست، دنبال چنین کاری نباشید. تأکید میکنم اگر میرید دنبال این کار به صورت تفننی برید، مال و زندگی و جانتون رو تو این کار نگذارید. اگر به نوعی علاقه‌مند هستید به این کار، میتونید با مطالعه، با بالا بردن سطح دانش و آگاهی، میتونید اطلاعات خودتون رو بالا ببرید و خودتون کارشناس خودتون بشید و به صورت تفننی برید دنبال این کار. وقتتون رو نمیگیرم، لایک و سابسکرایب یادتون نره، مثل همیشه امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان، رضا ابراهیمی هستم، مخلص همه شما، حق نگهدار.